سلام و تقدیم ارادت مجدد خدمت شما بینندگان ارجمند. به ادامه آیه تشریح آیه شماره 24 از سوره سوم میپردازیم. در برنامه دو برنامه گذشتیم توضیحات اضافی لازم راجع به آیه 21 داده شد. آیه های 22 و 23 و 24 در بعد از اون گفته شده بود و به بخش تکمیلی توضیح درباره آیه شماره 24 میپردازیم که آیه 24 ادامه در واقع آیه شماره 21 هست، یعنی کسانی که به لحاظ داشتن انگیزه کفر پیامبران و آمرین به معروف قسط رو میکشند و به قتل میرسانند و اینها اعمالشون تباه و در دنیا و آخرت بی ثبات و تباهش می شود و هیچ نوع حمایت و حراستی برای اونها باقی نخواهد ماند و مال اونها و ثروت و امکانات اونها موجب یاری و کمک اونها نخواهد شد. و بعد در آیه 23 میگوید کسانی که بخشی از کتاب رو فهمیدند و به اونها رسیده و اینها میگویند که ما این کتاب رو گرفتیم و پسندیدیم و بر اساس این کتاب قضاوت پذیر هستیم، ولی وقتی که قضاوت کتاب شروع میشه همون کسانی هستند که عده‌ای از اونها پشت میکنن، از دین خارج میشن و مرتد میشن و به هیچ عنوان برای ارتداد این افراد تنبیهی در نظر نگرفته. قد به اونها گفته که این کار به زیان خود شما و جامعه شما خواهد بود. اون وقت قرآن میگوید که اینها این خطایی که میکنند میدانند که خطا میکنند، تردید ندارند که ناحق میگویند و دروغ میگویند و چنین نیست که میگویند، اینها رو همه رو اطلاع دارند. با این وجود از دستور خدا سرپیچی میکنند، با علم به این که سرپیچی میکنند. و اون وقت در استدلال به این کار، در عذر به این کار و اشاره به علت این که این کار رو انجام میدهند، میگویند به خاطر این است که در روز جزا آتش مجازات ما رو مختصراً فقط لمس میکنه و بعدم برطرف مس میکنه، تماس میگیره با ما و بعد هم برطرف میشه و اینها در واقع بر اساس باطلگویی و غرور و گفتار باطل بر دین ایجاد افترا می کنند و اون چرا که درباره دین می گویند دروغ و اتهام و افترای به دین است. و علت این که به دین افترا وارد می کنند این است که از قهر و بطلان و غرور برخوردار هستند. این آیه توضیحاتی دربارش داده شده، به ادامه توضیحات در این ارتباط میپردازیم و آیه 24 رو روی صفحه قرار بدید و اتاق فرمان و ما از اینجا شروع میکنیم. واژه های این آیه رو یک به یک برای شما تشریح میکنیم و بعد همه آیه رو یک جا پخش میکنیم. اتاق فرمان اگر آماده اید، ما هم آماده هستیم. آیه شماره 24، ما امروز یکی دوتا کارآموز غیر فارسی زبان داریم و با ما تعامل بکنید که انشاءالله توسعه بیشتری به کار خواهیم داد. ذالیکا که به این علت که
اون افراد بأنهم چنین است برای اینکه ایشان قالوا میگویند لن هرگز تمسنا با ما در تماس نخواهد بود و با ما نخواهد بود النار آتش الا مگر ایاما دورانی معدودات کوتاه و قابل شمارش و غرهم و این افترای ایشان در واقع لغت بعدی خواهد آمد که ایشان رو مورد فریب و مورد سقوط قرار داد و غرهم همین غرور و فریب در دینهم در دینشان ما آنچرا کانو که انجام می دادند یفترون از افترا، یعنی که افترای به دین در واقع علت افترای به دین وجود فریبی بود که از غرور خودشون دریافت می کردن، از هلاکت غره شدن بوده. بدین سبب تشکر میکنم، اتاق فرمان کفایت میکنه. بدین سبب که میگویند ما هرگز جز ایام معدود و روزهای کوتاه و اندک در آتش مورد مس و تماس قرار نخواهیم گرفت و با این سخنان که سخنان قر اینها سخنان مهلک و سخنان فریب و سخنان باطل بر دین خود نسبت داده بودند و ایشان از افترا آوران و از افترا زنندگان محسوب می شوند. بدین سبب و بدین مناسبت در این بخش قرآن در این آیه در آیه 24 در علت یابی اعراض و تولای فریقی از نصیب بردگان از کتاب به تجزیه و تحلیل و به علت یابی و تعلیل اون میپردازد. قرآن در آیه قبلی میگوید بعد از آن که نصیبی و بهره‌ای و سهمی از منافع کتاب به ایشان داده شد و ایشان واقف بر احکام و قضاوت‌های کتاب شدند، کتاب رو پذیرفتند و چون زمان قبول قضاوت و حکمت قرآن بر ایشان رسید، گروهی از ایشان از قبول حکمت قرآن و پذیرش و قضاوت قرآن سر باز زدند و مثل بیشتر از ما قرآن رو فقط در تئوری و فرضیه به دروغ و در واقع با باطل و افترا معتبر و صاحب حکمت دانستند و چون زمان شمول قرآن رسید، زمانی رسید که قرآن رو از مرحله تئوری حالا باید در مرحله عمل نگاه بکنند و در واقع اطاعت از آیات قرآن بکنند، چون ما به دو موضوع اطلاع و اتباع اشاره می کند قرآن، که اول شما اطلاع پیدا می کنید و بعد از اینکه اطلاع پیدا کردید اتباع می کنید، تبعیت می کنید، اطاعت می کنید یا نمی کنید، که اکثرا هم نمی کنید. یعنی سه محور در اینجا مطرح می شود: یکی اطلاع است، یکی اتباع است، یکی اعراض است. که ما اول که نمی شناسیم، بعد شناسایی می کنیم، اطلاع پیش میاد و بعد از اطلاع دو راه در مقابل ما قرار داره، یا اتباع است یا اعراض است. و میگوید که گروهی از اینها به راه سوم رفتند، بعد از اطلاع شروع به اعراض و مقاومت کردند و اینها
در واقع نوعاً مرتد محسوب می شوند که بر قرآن افترا وارد می کنند. یعنی شروع افترا رو در واقع قرآن در اینجا تاریخ عملی یا تاریخ علی وقوع ارتداد و همینطور در کنار ارتداد وقوع تعارض رو مطرح میکنه که به چه مناسبت هست که مرتد میشوند، به چه گونه هست که اعراض میکنند و دور میشوند و پشت میکنند و خارج میشوند از دین و مخالفت میکنند با دین. علل اون رو در واقع بررسی میکنند. آنگاه قرآن میگوید در تجزیه و تحلیل و در مداقه و تعلیل علت تولا و تعارض و تمارض ایشان در ارتباط با احکام دین شناسایی میشه که ناشی از غفلت و جهل این افراد نیست، بلکه ایشان میدانستند که بر آنچه که انجام میدهند حکم مس، یعنی تماس گرفتن و مماس شدن و همنشین شدن با آتش وجود دارد. این رو می دانستند، یعنی مجازات این افترایی که به قرآن زدند، این دروغی که به قرآن زدند و تفرقهی که ایجاد کردند و ارتدادی که کردند، مجازات عقبای این کار رو، مجازات دنیای دیگر رو در این کار، مجازات قیامت رو در این کار، نه مجازات این دنیا، می دانستند. ولی به دروغ و به افترا می گفتند که ما جز ایام کوتاه مورد اصابت و مصاحبت آتش قرار نمی گیریم و مجازات بسیار کوتاه، قابل تحمل و سبک است. یعنی در واقع اینها هم مردم رو دعوت به نافرمانی از کتاب می کردند و هم خواص تنبیه رو در واقع خونسا می کردند و هم به اعراض و تمارض و تولا، یعنی که هم دوری کردن و هم پشت کردن و هم خصومت و لجبازی و دشمنی کردن و هم افتراء به قرآن زدن، این کارها رو هم توسعه می دادند و به این نتیجه می رسیدن که چون تنبیهی وجود نداره پس بایستی که به گناه بپردازند و به جنایت‌های خودشون ادامه بدن. موضوع برداشتن تنبیه یکی از افتراهای تاریخی و بسیار مهمی است که اگر که افراد علاقمند به این کار بیشتر بپردازند، مطالعه بیشتر بکنند در این کار، واقعا بختاور و شگفت‌انگیز است این نتایجی که ما به دست میاریم. الان شما ببینید که وقتی که دین نصارا، یعنی دینی که رسالت پیامبری اون به حضرت عیسی داده شده بود، تا زمان حیات ایشان، تا زمانی که حالا حیات اگر هم الان حیات دارن، به عقیده باورمندان به این موضوع ما با اون کار در اینجا اظهار نظری نداریم، تا اون وقتی که در عرف معمول زنده بودن و در زمانی که با عرف معمول زنده نبودند، در واقع با پرواز ایشان یا با رفتن ایشان به ملکوت یا فوت ایشان یا هر چی که هست، می‌بینیم که دین نصارا تبدیل به دین مسیحی میشه در طول تاریخی که حدوداً نزدیک به یک قرن یا بیشتر طول میکشه و آثاری از دین نصارا باقی نمیمونه و به جای اون دین مسیحی به شکل امروز ساخته میشه. و مهمترین کودتایی که بعد از رحلت حضرت مسیح انجام میشه، کودتای محدثین و کشیشان و ملاها و مالکین دین و مدعیان مالکیت دین انجام میشه.
و در واقع کلیسای یهود که با اعلام پیامبری حضرت عیسی ملغا میشه، یعنی یکی از تعالیم حضرت مسیح در واقع تحریم وجود عقیده کلیسایی است یا عقیده سازمانی است، که یک سازمان در مورد دین نظریه بده و یک سازمان دارای رهبری عقیدتی باشه در دین، یک سازمان با عقیده دینی یک سازمان مردم رو اداره بکنه و در واقع مسئولیت فردی رو از افراد برداره، مسئولیت تعقل و مسئولیت تقابل در مقابل اعمالی که انجام میدهند، هر دوی اینها در مسیحیت برداشته میشه، نه در دین نصارا، نه در دین نصرانی، در دین مسیحی. در دین نصرانی اینها در واقع به مردم بازگردانده میشه، یعنی انحرافی که در اداره و معرفی دین یهود شده بوده، یعنی دین یهود از یک دین آزاد منطقی و تجربی و معقول تبدیل شده بوده به یک دین کنیسایی، و در این دین کنیسایی کنیسا به جای مردم تصمیم می گرفته یا حاخام‌های یهودی به جای مردم تصمیم می گرفتن، و حس تعقل و امتیاز تعقل و کرامت تعقل و هدیه تعقل که از طرف خدا به انسان داده شده در آیین انحرافی یهودی از اونها گرفته میشه و بساط اجتهاد و بساط فتوا در اونها معمول و مرسوم میشه و مفتیان و مجتهدین و فقهای اونها سازمان تشکیل میدن، کنیسه تشکیل میدن و در یک سازمان و در یک واحد اصل تعقل از مردم گرفته میشه و به یک گروه خاصی به نام روحانی یا حاخام یا امام یا هر چی هست داده میشه و مردم فقط به عنوان مقلد و تابع محسوب میشن، ولی قدرت فکر کردن از مردم گرفته میشه و با احادیث دروغی که بر کتاب اضافه میکنند و به مردم تعلیم میدهند، این بوده که اصلا علت اینی که آدم از بهشت اخراج شد و به این روز افتاد برای اینکه متکی به تعقل فردی خودش بوده و فکر کرده که منفردن و مستقلن، که نه این مار حیوان خوبیه، سیب میوه خوبیه، هوازن خوبیه، چه همه اینها رو فکر کرده با عقل خودش و این عقل خودش باعث نابودی و سقوطش شده. بعد فلسفه این که تون عرض میکنم چون اصلا اینها جزء بحث امروز من نیست، فقط میخوام به یک نتیجه ای سریعا برسم، این است که جسته و گریخته و پریشانگوی منو ببخشید، میرسه به جایی که تعقل فردی و مسئولیت فردی از فرد گرفته میشه و در واقع کنیسه پذیرای این فکر کردن و نصب قانون میشه. یه شما فقط بیرون هر چی که ما گفتیم بگید چشم، فکر با ما، ذکر با ما، قانون با ما، فتوا با ما، فقه با ما، همه چی با ما. اصلا شما لازم نیست که از خدا و منطق چیزی بدانید، ما هر چی ما به شما گفتیم همون رو بپذیرید. این روش در زمان ظهور حضرت عیسی لغو میشه و مورد تردید قرار میگیره، رد میشه و قبول نمیکنه و تعقل رو به فرد باز میگردانه. این اساس و پایه دین نصرانی است. ولی با غیبت یا با وفات حضرت مسیح یا با صعود ایشان به آسمان، بلافاصله در دین نصرانی کودتا میشه و تعقل از دین گرفته میشه، یعنی عملا دین برمیگرده به دین، از نظر روش فقهی برمیگرده به آیین یهود و از نو
هم ساختمان کلیسا ساخته میشه، هم ذهنیت کلیسایی ساخته میشه. هم ساختمان کلیسا ساخته میشه، هم ذهنیت کلیسا ساخته میشه. ذهنیت کلیسا به این معنا که یک مرکز ستادی به جای مردم، هم در سنت، هم در روش و هم در جوهر تصمیم میگیره. یعنی فقط این نیست که به اصطلاح باز ملاهای مسلمان نما، هم در اصول و هم در فروع دین، هر دو اینها البته هیچ کدام واژه‌های درستی نیست، خواهیم رسید و ثابت خواهد شد که چقدر اینها دور از حقیقت و جعلی است، ولی در این حال این تقسیم بندی که شده و همه جان درس میدادن و میدن، اصول دین و فروع دین هر دو رو در واقع از مردم سرقت میکنه دین مسیحی و کلیسا رو جایگزین مردم میکنه، هم ساختمان کلیسا رو هم ذهنیتی کلیسا رو. و یه مش افرادی که ما الان راجع به دینی صحبت میکنیم که امروز از اون به نام کاتولیک اسم میبرن، قبل از رفرم پروتستان هاست، ما قبل از اون رو صحبت میکنیم که یک کلیسا بیشتر نبوده، اون هم کلیسای مسیحیت بوده که حالا امروز به نام کاتولیک ها شناخته میشن. ولی این اولین در واقع انحرافی است که در دین نصرانی انجام میشه، نامش عوض میشه، میشه دین مسیحی. همچین اسمی ما در زمان مسیح نداشتیم. دین نصرانی، دین نصارا مربوط به مردی بوده که ناصری بوده و در ناصریه به دنیا آمده بوده و به همین مناسبت هم دین او به نام دین ناصری یا دین نصرانی معروف بوده و چیزی به نام شخص او یعنی دین مسیحی وجود نداشته. این دین بعداً جزء ساختمان کلیسا، این دین هم این اسم هم ساخته میشه و در واقع ادعای کلیسا تقریبا شبیه به ادعایی است که هم اهل تشیع و هم اهل تسنن در اسلام نسبت به وجود یک امکانی برای ظهور مجدد صفات و خصائصی از پیامبر معتقد هستند، که حالا شیعیان او رو به نام امام زمان یا آقایم آل محمد خطاب میکنند و در بین اهل سنت چندین نگرش مختلف وجود داره. ولی به هر حال هر دوی اینها منتظر اتفاقاتی هستند در تاریخ که با ظهور یک انسان به وجود میاد. حالا اون انسان ممکن است که شناسنامه های مختلفی داشته باشه. این فکر کاتولیکی است، یعنی یک محلی به وجود میاد و یک ذهنیتی به وجود میاد که نیابت پیدا میکنه، ولایت پیدا میشه نسبت به نبوت. یعنی اگر که حضرت مسیح نبی باشه و به غیبت بره و بعداً منتظر بازگشت او باشن، در زمان غیبت او شباهت ها رو میبینید وحشتناکه با بین دین‌های مختلف، این شباهت‌های اختراعی. در زمان غیبت حضرت مسیح اصل نوابیت و نوابیت همین چیزی است که از او به نام کاتولیک نام می‌برند. یعنی در مرام کاتولیک به یک نوع برگشت یا رجعت مسیح معتقد هستند و بعد معتقد هستند که در این زمانی که الان غیبت هست و مسیح به چشم همه دیده نمیشه و فقط به چشم گروهی دیده میشه، در این فاصله، در این غیبت باید نایب وجود داشته باشه که اون نایب با مسیح ملاقات میکنه و اون نایب از اون چرا که از مسیح دریافت میکنه به مردم ابلاغ میکنه و بنابراین سخن او سخن مسیح هست، بدن او بدن مسیح هست و کلام او کلام مسیح هست. درست این همون چیزی که در بیشتر تشیع در زمان ما
نایب امام زمان به صورت واضح و علنی بر این کار مدعی است و اون چی که اون میگوید کلام او کلام امام زمان است و حکم حاکمیت سیاسی بر جهان دارد از طرف امام زمان. پاپ هم همین مأموریت را از طرف مسیح دارد برای اینکه ملکوت هر دو عالم رو اداره بکند و تصادفاً مثل اینکه نزدیک هم هست به اون مرحله. اون چیزی که مورد نظر بود که در مطرح بشود اینکه کلیسا بعد از رفتن مسیح دین نصرانی دین خودش رو به دینی میده که در اون دین کلیسا از نو ساخته میشه و کار کلیسا در کنار کارهای مهم دیگر به عنوان اصل و ریشه و فاوندیشن فکری مسیحیت در این است که حق تعقل به نماینده مسیح داده میشه نه به مردم، و مردم باید در سمت تابع باشند و مطیع و دنبال رو نسبت به اون چه که مسیح از دهان پاپ میگوید یا از دهان پاپ میگوید حالا جوجوش تلفظ میشه. در اسلام یک بار دیگر این انحراف درمان میشه و صریحا در قرآن گفته می شود که اعمال افراد مربوط به خودشونه و هر کسی نسبت به عملی که انجام میده مورد قضاوت قرار میگیره و قضاوت دست جمعی در علیت وجود داره ولی در انفراد وجود نداره، به این معنا که قرآن میگوید که در روز جزا امتها به زبان امروزی ملت ها و افراد محاکمه میشند، اما محاکمه ای که ملت ها میشند ملت ها محاکمه نمیشند، افراد در دو بعد و در دو طبقه محاکمه میشند. یکی اینکه از شخص میپرسند که این چرا این کارها رو کردی، سادش میکنیم، چرا این کارها رو کردی؟ در این بیانهای متشابهات میگوید اشتباه کردم، چنین کردم، چنان که اعمال فردی او بررسی میشه، خودش کرده. یک سری هم میگن این کارها رو به نام کی کردی؟ من، از من میپرسن، میگن من به نام حمید این کارها رو کردم. خب میگن گرز آتشونو بزنید تو سرش. بعد میگوین یک کارهای دیگه هم تو کردی، بدآموزی کردی، پول ملت رو دزدیدی، خیانت کردی، حکومت بر مبنای ظلم انجام دادی، نماینده شیطان بودی، گفتی من نماینده خدا هستم، این کارها رو هم در سطح ملی انجام دادی. ملت رو به دادگاه نمیخوان، من رو به دادگاه میبرن. در هر دو حال یک نفر به دادگاه میره برای دو نوع جرمی که انجام داده، جرم هایی که فردی انجام داده و جرم هایی که جنبه حق و ناس داره، یعنی در حق مردم اون ظلم ها انجام شده و بر حق مردم اون ظلم ها انجام شده، وقت محاکمه میشه در این دو بود. در مسیحیت اون بود اول وجود نداره، یعنی شخص به عنوان فرد محاکمه نمیشه، در بود دوم هم محاکمه نمیشه، چون شرط این کار این است که خود او فکر نکند، هر چه کلیسا فکر میکند به او بگوید او انجام میدهد. مثلا کلیسا تا دیروز فرض بفرمایید که میگفت که نباید زن بگیرن، حالا ممکنه فردا بگه باید زن بگیرن. کلیسا تا دیروز میگفت سقط جنین مجاز نیست، حالا ممکنه بگه مجاز است. یعنی سیستم قانون گذاری است که قانون خودش رو از مسیح نشأه میگیره، از دهان پاپ بیرون میاد و تمام کلیساها انجام میدن. اصل تعقل یا نگرش فلسفی به دنیا در مسیحیت وجود نداره. اون چرا که کلیسا تعقل از مردم گرفته شده به کلیسا داده شده، دین کلیسایی برقرار شده و بر مردم
هم حاکمیت میکنه و هم مشروعیت میده به عدم اندیشه و عدم تفکر در مردم. حالا این کار مبنای این شده است که مردم به علت اینکه مسیح رو در قلب خودشون پذیرفتند و به علت اینکه عقل رو به کار نمیبرند و کلیسا به جای اونها فکر میکنه، همه این مردم آمرزیده شدند. و این سیاستی که کم کم به این روز در آمده که تو چون مسیح رو قبول کردی و چون تو عقل شیطانی نداری، عقل رحمانی از کلیسا به تو القا میشه یا به تو تحمیل میشه یا به تو اطلاع داده میشه، عقل تو پس شد عقل کلیسایی، عقل کلیسایی هم که عقل خدایی است، پس عقل تو که عقل خدایی است. از نظر اعمال و رفتاری هم که میکنی، چون عقل تو با عقل کلیسا کار میکنه، خودتو تبرئه هستی. هر عملی که انجام بدهی چون تو مسیح رو در قلب خودت پذیرفتی، تبرئه هستی. این نگرشی که در واقع یک سری افراد بسیار باذکاوت، بسیار بسیار باذکاوت در دین نصرانی انجام دادند و چهره دین مسیحی کلیسایی به وجود آوردند، با وجودی که با حمله شدید پروتستان ها و اصلا آیین پروتستانیزم به میان آمد، ولی پروتستان هم نتوانست که کمر این بار شرک رو بشکند و این شرک هم طور به راه خودش ادامه میدهد تا امروز. و در این نگرش یک نوع مارکتینگ و یک نوع بازاریابی وجود داره، یعنی به همه افراد میگویند که شما هر چه گناه میخواهید خلاصه به زبان ساده انجام بدهید و فقط فراموش نکنید که مسیح رو در قلبتون داشته باشید و قبول کنید که خون او ریخته شد، که خون همه خیانتکاران و جنایتکارها پاک بشه. یعنی هر خونی که شما می‌ریزید و هر فسادی که شما می‌کنید قبلا با خون مسیح پاک شده. یک همچین قدرت طهارتی داره خون مسیح. و این باعث شده که یک مرتبه دین مسیح یا معروف به مسیح در دنیا چنان شکوفان بشه و چنان گسترش پیدا بکنه که حد و حصری بر اون نیست. یعنی اصل تنبیه و اصل مجازات رو کلیسا برداشت از دین و گفت این دین ما از اون دین هاییست که توش مجازات نیست. جهنم هم وجود نداره در مسیحیت، فقط بهشت وجود داره. هر چه میخواهد دلتان یاد بگو و همین کار رو هم میکنن. یک آقایی یک عکسی برای من در اینترنت فرستاده که در اون عکس نشان میده که یک خانومی که لخت و عریان هست با یک آقایی که او هم لخت و عریان هست در کنار همدیگه قرار دارن و اون آقا یک صلیب بسیار بزرگی به گردنش آویخته که خیلی صحنه های یعنی عکس خیلی بدیه که فرستادن و اصلا به اندازه سینه اون مرد اون صلیب بزرگی شد. و بعد نوشتن توی اون مطلبی که برای من فرستادن که ببینید که اینها چه دینی دارند و چقدر رحمت خدا و بخشش خدا در مورد اینها زیاده و اینها دنیا رو دارن میگیرن، اسلام هم همش به آتش و به داغ کردن و به سرد کردن و پوست و سوزاندن و آتش و آب جوش به خورد مردم دادن، دین اسلام رو به این روزی انداخته که ملاحظه میکنید. من ضمن اینکه با تدریس خشونت و افتراء به خشونت مخالف هستم و اونها رو باعث جدا شدن مردم از دین میدانم، همون مقدار هم دروغ گفتن به مردم و فساد رو به جای دین به مردم معرفی کردن رو هم پسندیده نمی دانم. و من فکر میکنم کسانی که اصل تنبیه و تشویق رو از دین مسیحیت برداشتن و این دین رو آزاد کردن که هر کس هر کاری دلش میخواد در اینجا بکنه و این صلیب رو از زمانی که شما این صلیب رو با خودتون دارید هر چه گناه انجام بدهید
این از اتفاقا همین ایمیلی که به من رسیده بود، یه دوستی دارم که کشیشه و یا شبانه به قول خودش، چوپان گوسفند هاست و جای پای مسیح هم نشسته، چون میگه مسیح هم چوپان بوده، منم چوپان هست. ازش پرسیدم که این عکسی که فرستادن اینها، چرا این صلیب رو این آقا به گردنش انداخته در این شرایط که مشغول عبادت که نیست، مشغول زنا از مشغول کارهای دیگه است، این چی به گردنش آویزان کرده؟ گفتن که این به این علت هست که تا وقتی که این علامت با اوست، شیطان به اون نزدیک نمیشه و چنین خیلی دیگه آمرزیده میشه، یا اینکه از خطر در امان هست و از این حرفا. گفتم این حرفا چیه میزنی کشیش عزیز؟ این خودش اصلا عین شیطان این شخص فرار داره میکنه. ممکنه شیطان از این فرار بکنه با این اخلاقی که داره، ولی من سخنم این است که نقش این علامت چیه؟ چون برای ما مسلمان ها این علائم و اینها یک مقداری حرمت داره، یک احترامی داره و اگرم قبولم نداشته باشیم، ولی باز هم یه مقام خاصی برای این قائلیم، چون عده‌ای به این موضوع اعتقاد دارن. ولی در یک چنین محیطی گفت ما در تمام کارهایی که اتفاقا گناه انجام میشه از این علامت استفاده میکنیم و گناه اثر خودش رو از دست میده. علت این دیتوری که رفتیم و اینها رو خواستم عرض بکنم این است که ما در این آیه قرآن میبینیم که همین اصل رو برای شروع انحطاط کسانی که قرآن به اونها اشاره میکنه، همین فرهنگ و همین داکترین و همین به اصطلاح نظریه رو اون وقت هم ارائه دادن. گفتن حالا میگن میبخشه خدا، اصلا هر چه گناه بکنید اصلا ثواب محسوب میشه اگر فقط مسیح رو در دل خودتون بپذیرید و قبول کنید که خونی که از مسیح ریخته شده همه ی گناهان رو پاک میکنه. اینه که راحت باشید دیگه، نگرانی نداشته باشید. و در اینجا هم میگوید که علت اینی که اینها این انحراف و افترای به دین رو شروع کردن به این خاطر بود که اینها تمسک پیدا کردن و اینها خودشون رو آویختند به این فلسفه دروغ و به این افترا که هیچ وقتی این آتش جهنم و این تنبیهاتی رو که در دین یهود اینها رو گفته بوده، اینها چیزهایی نیست که در مسیحیت به وجود آمده باشه. این تنبیه و اینها گفته بودن هیچ وحشتی نکنید از جهنم و از تنبیه و از این حرفا و اینها، اینا هیچ کدومش واقعیت نداره. اولا که جهنمی وجود نداره، آتشی وجود نداره، حالا به فرضم وجود داشته باشه دستتون میسوزه و تمام میشه، همه کوتاست، یا آتش میاد مثل یک بادی رد میشه میره و شما برمیگردید سر جاتون. یعنی نگاه بکنید پایه و اساس استدلالی که انحراف و افتراء به دین پاسگاه و پایگاه او رو به عهده داره، هنوز هم داره. اینها سعی میکنن گاهی از اوقات تنبیه رو به صفر برسانند به دلایلی که خودشون دارن در جامعه، و گاهی از اوقات این تنبیهات رو به اوج صد برسانن، بین صفر و صد، و به این وسیله جامعه رو در ذهنیت کنترل بکنن. اگر جامعه ایست که اگر مثلا شما به یک جامعه آمریکایی بگویید که اگر شما زنا کنی باید شلاق بخوری، فردا تمام مسیحی ها از مسیحیت خارج میشن، میگن اصلا این مسیحیت مال کلیسا، مال خودت، وردو ببر، ما نخواستیم. یا از فردا بگن که شما اگر مشروب بخورید مسیح بدش میاد و شما رو به ملکوت خودش نمیبره یا به بهشت نمیرید یا هرچه. به محض اینکه چنین حرفی زده بشه تمام کتابها رو پس میدن و تمام بطری های شراب رو پس میگیرن. یک چیزهایی هست که در بعضی از جوامع کار نمیکنه. مثلا در ایران یا در عربستان یا در کشورهای مدعی اسلامی دیگر بگویند که
ملاها از فردا بگویند که ما کشف کردیم که در اسلام یک زن بیشتر نمیشه گرفت، تک همسری در اسلام هست. تقریبا از این 1.5 میلیارد شاید که 100 میلیون باقی بمانه، همه برمیگردن از این دین، میگن اصلا این دین سن نار به درد نمیخوره، دین بی خود است، اصلا نام نه خدای این دین رو میخوایم، نه امام این دین رو میخوایم، نه ثوابش، نه بهشت، نه جهنم، هیچ چی نمیخوایم، ما خانم میخوایم، ما زن بارگی میخوایم، ما فاحشه بازی میخوایم، ما دین رو برای این کارها میخوایم. عذاب جهنم هم 2 روزی بیشتر نخواهد بود. عذاب جهنم اصلا تشبیه و تمثیله، یعنی دوران سخت میشه، به سوختن نمیرسه، به اون عذاب غیر قابل تحمل نمیرسه. این حرفا ول کن، مقصود به این که کلیسا، آره چه کلیسای مسلمین باشه، چه فکر کلیسایی رو عرض میکنم، چه کلیسای مسیحی باشه، چه کلیسای یهودی باشه، فکر کلیسایی، فکر سازمانی، دین رو به سلیقه روزگار و برای منافع خودشون تنظیم میکنن. مردم هم دنبال این تنظیم میرن، مردم دنبال یک کسی هستن که مرجع تقلید اونها باشه و دوست دارن مردم که فکر نکنن، بگذارن دیگری به جای اونها فکر بکنه، اینها یه پولی هم به اون میدن که فکر بکنه، خودشون فکر نکنن، فقط اطاعت کنن، دنبال چیزی برن که خودشون میخوان. و چون نقش ملاها در تاریخ این بوده که ملا مطابق میل مردم عمل میکنه، این است که قدرت عجیبی به دست آورده، به مردم میگه چی میخواید شما از دین؟ من 50 تا دختر میخوام، 10 سال، 12 سال، 8 سال، 7 سال، هرچی کوچکتر بهتر، تو میتونی برای من فراهم بکنی؟ از تو کتاب، حالا حدیث، قرآن، هرچی هست فراهم میکنی؟ من خمس و زکاتم رو به تو میدم. البته که میتونم فراهم بکنم و فراهم میکنه، انجام میشه، انجام شده، هر چه که بخواهند. حالا در مسیحیت با شدت بیشتری این کار انجام میشه، در جوامع مختلف نگاه میکنند، مثلا جامعه غرب بر مبنای مصرف الکل و فحشای قانونی استواره، جامعه شرق از این بدتره، البته اونها مواد مخدرم به فحشا و الکل اضافه کنید میشه کشور اسلامی، این کشورهای اسلامی رو که ما میشناسیم، منتهای مراتب مشروب الکلی، شراب یا ویسکی یا نمیدونم همین چیزهایی که میخورن در آمریکا خیلی ارزانه، چون خیلی مصرف نداره، نه اینکه مصرف نداشته باشه، به اون شدت نیست که مثل طلا و جواهر دنبالش باشن مردم، ولی در کشورهای دیگه، به خصوص کشورهایی که ممنوع ظاهرن مثل ایران، مصرف الکلشون نسبت به جمعیتشون از آمریکا بیشتره، ولی قیمتش گرانتره، و قیمتش رو گرانتر کردن که سودش بیشتر باشه. اگر همین مشروباتی رو که با 10%، 20%، 30% استفاده میفروشن، اینو راضی نیستن مشروب فروشهایی که در ایران هستن، باید حتما 400-500% سود کنن. و کی این عمل انجام میشه؟ وقتی مشروب حرام باشه. مقصود به این که در کشورهای اروپایی و به خصوص در کشور آمریکا، اگر از فردا بگویند که الکل غیر مجازه، فحشا هم غیر مجازه، شاید دیگه مسیحی به جا نمانه در اینجا، همه میرن بیرون از مسیحیت. و اگه بگن گناهی هم که میکنی باید در مقابل خدا بیستی و پاسخ بدهی برای گناهی که کردی، باز هم مردم میرن. الان دینی هست که هر چه من گناه بکنم یا نکنم تفاوتی نمی کنم، همه را حضرت مسیح جواب میده، خونش رو ریخته، همه این گناهان پاک شده، هر چه گناه تا آخر دنیا هم من بکنم پاک شده. و بعد هم هر چقدر بخوام که مواد مخدر مصرف بکنم، الکل مصرف بکنم، همه این هم بخشیده شده. با هر چند زن یا مردی که زن باشم یا مرد باشم بخوابم و با اینها رابطه مختلف داشته باشم، اون رو هم حضرت میبخشه، حضرت که بخشید خدا میبخشه. خب شما چه دینی میخواید که بهتر از این دین باشه؟
که هر گناهی که میخواید در این دین انجام بدید، هر فسادی که در این دین میخواید انجام بدید، اگر که بخوایم بگیم باز به کلیسایی که کاتولیک مراجعه بکنیم، که میرید به اون جعبه ها مراجعه میکنید که اون شخص اونجا نشسته، از پشت جعبه صحبت میکنید، یه وجوهاتی میدید، همش تمام میشه. کاری که ملاهای ما این کارها رو از اونها یاد گرفتن. و الا در اسلام برخلاف مسیحیت اقرار حرام است، اقرار به غیر. یعنی شما اگر که اعتراف میخواید بکنید، اعتراف رو به ملا نمی کنید. اصلا علنا این کار در قرآن ممنوع شده. شما پلوی خدا فقط میتونید اعتراف کنید. اما این کار رو هم ما از مسیحی ها یاد گرفتیم و وارد اسلام کردیم. به طور خلاصه عرض کنم که مسیحی از موضوع اصلا انحراف حاصل شد. علت اینی که این فساد در این دین آمده و علت اینی که مشکلات تنبیه رو در دین ملا برای مردم حل میکنه و دین رو به زعم و به سلیقه بشر در ادوار مختلف تنظیم میکنه که با گناهان انسان تطبیق بکنه و انسان بتواند که نیازهای منحرف خودش رو از طریق دین برطرف بکنه و در این برطرف کردن نیازهای غیر طبیعی و افراطی و انحرافی یک بیجکی، یک برگی، یک سندی داشته باشه در اثبات حقانیت گناههایی که میکنه. و این ورقه اثبات حقانیت گناه و انحراف و انحطاط رو از ملا دریافت میکنه. بنابراین به ملا سندیت میده، آقایی میده و اولویت میده یا ولایت میده و تابع او میشه، برای اینکه ملا دارای چنین قدرتی است، در طول تاریخ هم بوده، که دین رو مطابق سلیقه شما خیاطی میکنه، نقاشی میکنه، خراطی میکنه، تحویل شما میده. و در این آیه قرآن، در این عبارت بسیار کوتاه میگوید که به این علت اینها از دستورات دینی تخلف میکردند و به دین تجاوز میکردند. به انهم قالوا لن تمسنا، که میگفتند به این علت است که آتش یعنی تنبیه، مجازات، عکس العمل وجود نداره. اگرم وجود داشته باشه یه چیز خیلی جزئیه و مدتی میاد و برطرف میشه. و این فکر و این اندیشه نتیجه قره، لغتی که قرآن به کار برده، یعنی فساد، بطلان و هلاکت. یعنی بر اساس یک سری دلایل باطل و بی اساس که بر مبنای تفرعون و بطلان پذیری و قدرت پذیری نوع بشر قرار داشته، که ملا یا پاپ یا هر کسی که حالا رهبری دین رو به عهده داره، در واقع با رشوه دادن به مردم به جای اینکه مردم رو تربیت بکنه که دنبال دین برن، دین رو تنظیم کرده که دنبال مردم برن. افترای به دین در تمام ادیان مرسومه و به این علت به دین افترا وارد میشه که دین رو مطابق سلیقه مردم کنند در جوامعی که این کار لازمه، یا دین رو وسیله ایجاد وحشت در مردم بکنند برای جوامعی که اون کار لازمه. شما جامعه مسلمین جهان رو خیلی زود میتوانید که به وحشت وادارید. هر چقدر که مسلمان بیشتر از دین وحشت کند، بیشتر به دین تسلیم میشود، نه به دین خدا، به دین ملا. هر چقدر که ملا قادر باشد در طول تاریخ وحشت در دین رو زیاد بکند، مردم به دین وحشی ملایی بیشتر ایمان می آورند و بیشتر تسلیم می شوند و بیشتر ضعیف می شوند و تعدادشون هم بیشتر می شه، درآمدشون هم بیشتر می شه، درآمد ملاها. اما اگر در یک کشوری مثل آمریکا شما به دین وحشت بیارید، تمام مردم از دین خارج می شوند. این بستگی به عواطف و غرایز و فرهنگ و در واقع منتالیتی اون آدم ها داره، که ملا به قدری باهوشه، ملا هم هر دینی باشه فرق نمی کنه،
ملا اصلا دین نداره که مسیحی باشه یا مسلمان باشه. ملا یک هدف خاصی رو دنبال میکنه که قدرت، ثروت و شهوته و در اون مسیر حرکت میکنه، همه دین ها رو هم به کار میگیره. ملا میفهمه که اگر در ایران هست، اینجا اگر وحشت ایجاد بکنه همه مردم مسلمان میشن. اما ملای آمریکایی میدانه که اگر که اینجا وحشت رو بخشی از دین کنه و در واقع اینکورپوریت بکنه وحشت رو در دین، وقت نتیجهش این میشه که همه مردم صبح فرار میکنن از دین، هیچ کس به کلیسا نمیره. کلیسا مرکز جمع کردن پوله. مثلا یکی از دلایلی که کلیسا تشکیل میشه اینه که مردم رو شما آزاد اگه تو خیابون رها کنید و بگویید دین مسیحی از فردا دین فرده، دین جمعی نیست، دین کلیسایی نیست، از کجا از مردم پول میگیرید؟ اگه آسانی که آدم تو خیابون را بیفته از مردم پول بگیره، کلیسا که می نشینه در اون می بندن، این طرف و این طرف نیمکت ها افراد با کلاه و ظرف و غلک و اینها ایستادن، به زمانی که 1، 2، 3، 4، 5 همینقدری که عرض کردم یک مرتبه جیب همه اینهایی که تو کلیسا نشستن خالی میشه، این کلاه ها پر میشه، دیگه تقاضا نمی کنن. مثل ما نیستن که هر دفعه گدایی کنن که آقا 10 دلار، 20 دلار، 30 دلار شما بده. نتیجه ای که از این قسمت از عرایزم می گیرم این است که افتراء به دین می تواند هم در شدت بخشیدن به غیر واقعیات در دین باشه، هم می تواند که در تسهیل کردن غیر مجاز دین باشه، هم دین رو مشکل کنن هم دین رو آسان کنن و هیچ کدام اینها واقعیت نداشته باشه و به زعم و به سلیقه فرهنگی که دین در اون فرهنگ وجود داره، ملا یا دین فروش کارش اینه که بتواند که دین رو به سلیقه و به در واقع نیاز مردم، نیاز فرهنگی و تاریخی مردم، دین رو طبخ کنه در آشپزخانه ولایت و از دین چیزی بسازه که جامعه اون رو قبول بکنه. برای ملا اخلاق اصلا ارزش نداره که این کاری که میکنه درست یا غلطه. دین بایستی که زنا رو آزاد بکنه یا باید زناکار رو سنگسار بکنه. در این دو فاصله اکستریم و دور از هم که یک سری ملاهایی هستن در دنیا که میگن هر کی زنا میکنه کار خوبی میکنه، مسیح میبخشه. اصلا زنا یعنی چی؟ اگه طرفین راضی هن که اصلا زنایی نشده، میگن نه طرف زن شوهردار بوده، اون یکی هم مرد زندار بوده، میگه خب حالا بیشتر باید توبه بکنن. ولی فراموش نکنید که هیچ گناهی نیست که مسیح قادر به بخشیدن نباشه. این ملا در واقع دکتر جامعه شناسه، نگاه میکنه که اون چی که باید پیشرفت کنه شهوت او، ثروت او و قدرت اوست، این دین واقعی است، و بعد دستورات دینی رو تنظیم میکنه که الان در جامعه ایران، در جامعه عربستان، در جامعه سودان، در جامعه سوریه، در جامعه افغانستان، پاکستان، اینجا امروز قدرت دست مرد هاست و ما به عنوان ملا زمانی می توانیم از مردها قدرت بگیریم و پول بگیریم و بر اونها حاکمیت سیاسی و حاکمیت فرهنگی و تاریخی پیدا بکنیم. این است که مرد از من راضی باشه. مرد چطور از من راضی میشه؟ وقتی که شهوت او رو تحریک بکنم و شهوت او رو تأمین بکنم، اون وقت اون مرد منو در قدرت نگاه می‌داره. چطور شهوت یک مرد رو من در کشوری مثل ایران تأمین می‌کنم؟ وقتی که همه قدرت رو به مرد بدم و همه مسئولیت رو به زن بدم. زن وقتی که از نظر قدرت و از نظر حق به صفر رسید، همه ی امکانات خودش رو در اختیار مرد میگذاره و اگر من این کار رو تشریع بکنم، اون مرد از من راضی میشه. وقتی من از من راضی شد، من دیگه در اوج افتخار سلطانیت خودم سر میکنم.
به این مرد میگویم که تو چه دینی میخوایی؟ به زبان خیلی ساده، تو چه دینی میخوایی؟ میگوید من دینی که میخواهم این است که محدودیتی در رابطه جنسی من نباید خدای تو ایجاد بکند، نه محدودیت سنی، نه محدودیت عددی. داری چنین دینی به ما بدهی؟ بیا تو. نداری؟ من میرم مسیحی میشم، من میرم اینطور میشم. میگم ندارم. ولی تو هم یه ملاحظه داشته باشی، یه دختر 7 سال به پایین الان نمیشه، اگر میشد من تقدیم میکردم. ولی شما بپذیر که سن ازدواج برای دختر 9 سال قمری باشه. قبلا گفته بودم 9 سال شمسی، الان حالا تخفیف میدم، 3 ماه و 4 روز هم کم میکنم. یعنی دختری که 8 سال و 2 ماه و 23 روز باشه، 24 روزش باشه، قابل ازدواجه، قابل صیغه هم هست دیگه. شما دیگه کوتاه بیا دیگه، خیلی دیگه من اذیت نکنم، ملا شدم دیگه، بدبخت شدم دیگه، ولم کن دیگه. همین دختر 8 ساله هم بس نیگه، بازم کوچیکتر باید باشه، عوضش هر چقدر میخوای بگیر، 50 تا خوبه، 100 تا خوبه. موقع زیارت که میخوای بری همونجا برات فراهم میکنم دیگه. چی میخوای دیگه؟ میگه اصلا این دین از این بهتر نمیشه ملا جان، بیا هر چقدر هم میخوای من به تو میدم، این دین رو حفظ کن. این کار رو در غرب نمیشه انجام داد. یعنی فاحشه بازی رو میشه، تجاوز و شهوترانی رو میشه، هر دو یکسان هستند. اما روش رسیدن به شهوترانی در ایران باید با سنگسار بشه، که روش پیش بره، کار انجام بشه، شهوت رانده بشه. این هدف نهایی اون دینه. در اینجا برای اینکه شهوت رانده بشه شما مجازات رو باید به کل بردارید. در اون کشورها باید سنگسارشون کنید زنها رو، اینجا اصلا نباید تنبیهشون بکنید. اگر میخواهید که شهوت رانی ادامه پیدا بکنه، همه این بیانات رو و بسیاری از بیاناتی دیگر رو که زمان فرصت نمیده در این عبارت قرآنی میبینیم که از واژه قره استفاده میکنه و تخفیف میده به پایه‌های ساختمان و به محور بنای دین، که میگوید که قرآن گفته که آتش شما رو لمس میکنه، آتش شما رو مس میکنه، با شما در تماس قرار میگیره و آتش میشید، تماس قرار میگیری، یعنی خود شما میشید آتش. میگه قرآن بی خود گفته. من به شما میگم که این حرفا نیست، خیلی ساده است و شما به کار خودتون ادامه بدید، پول فراموش نشه. دقایق کوتاهی به تنفس میپردازیم، باز میگردیم با شما خواهیم بود.